اعوذ بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى علی آله تیبین سيما سیما بقیت الله فی الارزین قال الله تبارک و تعالی رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنك سلطان نسیرا در ایام شهادت حضرت زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها قرار داریم شخصیت بزرگواری که مده و سنای او رو خدا و پیامبر و ائمه معصومین علیه السلام بیان فرمودند رسول خدا فرمود تمام خوبی ها رو اگر جمع کنید فاطمه زهرا می شود بلکه فاطمه بالاتر است لوکان الحسن و شخصا لکان فاطمه بله هیه اعظمو این تعبیر تعبیر ساده ای نیست تمام خوبی ها یعنی چی؟ یعنی کرامت های اخلاقی ارزش های اخلاقی همه رو که جمع کنید دخترم زهرا سلام الله علیها می شود بعد فرمودن ان فاطمه خیر و اهل الارض شرفا و کرما فاطمه من بهترین مردم روی زمین است از نظر شرافت و از نظر کرامت خب در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها بحثای زیادی هست آیان عزیز خواهرای گرامی جوانهای محترم من این چند روزی که انشاءالله اینجا به ناس منبر بریم راجع به حضرت زهرا عنوان بحثم بیشتر در رابطه با سیره خانوادگی حضرت زهراست یعنی این بانوی بزرگوار چگونه با همسرش چگونه با پدرش چگونه با فرزندانش برخورد داشت این بحث رو به خاطر این مطرح میکنم که متاسفانه میدونید نظام خانواده در کشور ما دچار آسیب هست آمار طلاق پایین بودن آمار ازدواج بالا بودن اختلافات خانوادگی اینها مشکلاتی است که غالبا که مردم ما رو میبینن گله میکنن در صورتی که اگر زندگی های ما خانواده های ما قرآنی باشه باید دائما توش محبت و رحمت و آرامش باشه چون قرآن میفرماید خانواده قرآنی لتسکنو علیها آرامش دارن جعل بینکم مودتا و رحمه همدیگر رو دوست دارن به هم محبت میکنن لباس لکم لباس لهن برا هم پوششن زن و مرد خانواده همدیگه رو حفظ میکنن اگر ما زندگیامون زندگی قرآنی باشه نباید طلاق تو جامعه ما باشه اختلاف و درگیری و دادگاه های ما مخصوصا دادگاه های خانواده نباید انقدر شلوغ باشه من ده پونزه تا نکته است اینا رو از زندگی حضرت زهرا البته همه شو امروز نمیتونم بگم هرچش برسم خدمتتون عرض میکنم تقاضا میکنم عنایت کنید مخصوصا خانوما و آقایون جوانهای عزیز که انشالله ازدواج خواهند کرد ببینیم برای اینکه یک خانواده بشه خانواده قرآنی خانواده فاطمی عنوان بحث ما اینه خانواده فاطمی که همون خانواده قرآنی است برای اینکه ما الگو بگیریم چه باید بکنیم از زندگی از زهرا چجور الگو بگیریم چون الان اشکالاتی که ما تو خانواده داریم ببینید مثلا من مثال میزنم سن ازدواج چقدر الان بالا رفته خب بیاید تو زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها کی ازدواج کرده سن خیلی کم بوده نه سال ده سال الان. حالا حالا بگید دختران عرب زودتر بالغ میشدن به رشد میرسیدن دیگه سی سال که نبوده الان سن بعضی ها بعضیا بالای دو میلیون در کشور ما آمارها میگه دختر بالای سی سال وجود داره این آمار فعلیه حالا به چه دلیل من دلیلاش هم نمیخوام بحث کنم یکی از دلایل عمدش اینه که خیلی از دختر خانم ما گول خوردن با دانشگاه رفتن لیسانس و فوق لیسانس بگیرن اما همسر گیرشون نیومد ازدواج نکرد وقتی رفتی سر کار و سر تحصیل و به قول آقای شوخی میکرد میگفت حالا منم شوخی میکنم به خانمایی که ازدواج نکردن می چه امیدت نباشد به شوی ز گهواره تا گور دانش بجوی واقعا اینطور شد دیگه گفت چه امیدت نباشد به شوی حالا فوق لیسانس دکترا خب این که خانواده دارن بله تحصیل خوبه بر منکرش لعنت کی گفته تو زندگی بعد از ازدواج نمیشه تحصیل کرد یا بحث فقر رو الان مطرح میکنن من اینا رو نمیخوام الان وارد بشم. فقط مثال میزنم خب حضرت زهرا مگه دارا بود ازدواج کرد امیر مگه فقیر نبود ازدواج کرد بحث ارز میکنم که اولاد رو مطرح میکنن الان خیلی از خانواده های ما یک فرزند دو فرزند گاهی هم اصلاً تا سالها میگن بچه نمیخوایم. حضرت زهرا این چهار تا بچهش چند سال به دنیا اومده چهار تایشون تو همون اول چهار سال اول ازدواج یعنی تقریبا شما نگاه کنید تاریخ رو امام حسن و امام حسین حدود یک سال فاصله شونه بعد حضرت زینب کبرا بعد ام کلسون چهارتای تا یعنی تمام این اشکالاتی که الان تو جامعه هست رو سن ازدواج حضرت زهرا خلافشه ال بالله یا باید بگید اون اشتباهه یا باید بگید ما اشتباه میکنیم تو جهیزیه میری اون فرق میکنه با ما تو فرزنددار شدن میری فرق میکنه تو شوهر و آقایان خواهران من خواهش اینه این بحث امروز رو توجه کنید برای اینکه زندگی ها گرم بشه من یه ده پونزه تا اصل و از زندگی از زهرا برای شما بگم که تو زندگیمون اینا رو پیاده کنیم روی سخن منم با متعهلاس بیشتر و مجردهایی که اینا رو یاد بگیرن ان شاءالله به کار ببنده بعد بچه های تو خونه فرق نمیکنه این حرفایی که من میزنم مال زن و شوهرها نیست مال پدر و فرزندم هست مال مادر و فرزندم هست یکی از اصولی که ما از زندگی حضرت زهرا درس میگیریم اصل محبت و دوستی است چیزی که بین ماها کم رنگ کم اتفاق میفته خانم به آقا بگد من شما رو دوستت دارم آقا بگه من شما رو دوست دارم آدم به بچهش بگه دوستت دارم پدر به فرزند به پدر بگه اما شما تو زندگی زهرا ببینید اعلام دوستی هم همیشه لفظی نیست گاهی گای عملی گای با رفتار آدمه شما گای با صدا زدن حضرت زهرا به امیرالمومنین چی میگفت خانوما عرض میکرد یا ابل حسن اولا اسم قشنگ صدا میزن ابل حسن روحی لروح کل فدا علی جان جونم فدات چقدر این حرف قشنگه یه خانم به شوهرش بگه فدات بشه ای واقا اینا سوا که مردا پررو رو میشن نه این زندگی در زهراست روحی ل روح کل فداد جونم فداد نفسی ل نفس کل وقا. هستیم به پاد ان کنت فی خیرن کنتم معک علی جان خیر باشه زندگیت من با تو ان کنت فی شر ان کنت باشه با تو حالا شما نگید حضرت علی که شر نبود نه منظور اینه دارا باشی پاد هستم ندار باشی پاد هستم سالم باشی پاد هستم مری اون روزی که از احد میای هفتاد تا زخم رو بدنته من هستم اون روزی هم که سر پای ایستادی مثل شیر من هستم اون روزی که خونه نشینت میکنن هستم اون روزی که دستتو میبرن بالا تو قدیر بالاخره زندگی دیگه مرد یه وقت سالمه یه وقت مریضه زن هم اینطوره یه وقت اوجه یه وقت این کسایی که گاهی بیمهری میکنن با خانواده با مرد با زن بالاخره اتفاقاتی میفته پیری ناتوانی این حضرت زهرا میگه ان کنت فی خیر ان کنت ان کنت فی شر این اظهار محبت نسبت به فرزندانش هم اینطوره شما میدونید یکی از اسامی حضرت زهرا هانیه است هانیه با جیمی یا نه هی دو چشم با دو چشم هم داریم هانیه با جیمی تو لغت یعنی از شفیقه یعنی مهربان کسی که با بچه و همسرش مهربان انقدر امام حسن امام حسین رو حضرت دوست داشت نسبت به رفتار اینها حرکات اینها تربیت اینها الفاظ اینها کلمات اینها خب اینا یکی از درس هایی که ما از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها میگیریم خدا رحمت کنه همه گذشتگان امام رضوان الله تعالی علی نوشون نقل میکردن میفرمودن که یه وقتی حاجی خانم همسر حضرت امام که خدا ایشون و فرزندانشون رو رحمت کنه و امام عزیز رو ایشون یه مسافرتی رفته بود نوه امام میفرمودن امام خیلی ناراحت بود اخماش باز نمیشد تو خونه خانومش نبود شون بیمارستان هم که بود امام وقتی به اوش اومد اول فرمودن به هاش خانوم بگید بیاد من ببینمش حالا انسان پیر میدونید شما هشتاد نوت سال حالا خانوه آقایی که مسنن میدونن من چی میگم این اونس دیگه علاقه است این مثل یه جوان نیست که بگی علاقه علاقه غریزی جنسیه امام خیلی ناراحت بودن تو خونه هم نوه امام میگه من به امام عرض کردم خوش به حال حاجی خانوم که شما اینقدر دوستش داری امام فرمودن نه خوش به حال من که یه همچین زنی دارم خوش ای 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 اینا میشه اینا خانواده رو نگه میداره وقت ما الان تو اقبستگی به هم فوش میدن بعضی جوونا تو اقبستگی پدر هم به مادر هم به هم دیگه روشون باز میشه من انقدر جوان میشدم تو اقبستگی کارشون الان به دادگاه کشید. پنج ما، شیش ما، سه ما بابا هفتاد سال گاهی زندگی میکردن بزرگان قدیمی های ما روشون به هم باز نبود پدر مادر همون نمیگفتن ناسزا میگفتن حضرت زهرا داره جان میده امیر المومن نشست کنارش خوهرها خوب گوش بدید عرضه داشت یا اول حسن آجون ما وجدتنی کاذبه ولا خائنه من زهرا تا حالا نه به دروغ گفتم نه خیانت کردم آی باری الله به زنی که اینطور باش نه به مردش خیانت کنه شما با این موبایل برای کی داری پیامک میزنی این خیانت به مردته با کی ارتباط داری کیه برای شما زنگ میزنه کیه این حرامه چه مرد چه زن این فضای مجازی هم خلوت با نامحرم جایز نیست خیانت شما چرا بعد حجاب تو کوچه و خیابون این خیانت به مردته فاطمه فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض میکند آقا جان ابی یا اول حسن من تا حالا به شما دروغ نگفتم خیانتم نکرد این یک اصل اصل محبت و اظهار دوستی نسبت به هم دیگه. خوب دقت کنید این اصلایی که من میگم اینا مهمه و شما نگید آقا زن باید تو دل دوست داشت نه امام صادق نشسته بود یه کسی هم کنار ایشون نشسته بود یه آقای اومد رد بشه اون کسی که کنار امام صادق نشسته بود به امام صادق عرض کرد یبن رسول الله من این آقا رو دوستش دارم اونی که داشت رد میشد امام صادق فرمود قوم بلند شو برو بهش بگو گفت آقا یه مرتبه برم بهش من تو رو دوست دارم خب دو دلمه دیگه فرمود نه اذا احب احدكم اخاه فليعلمه اگر کسی کسی رو دوست داره باید بهش اعلام کنه این این مهمه اعلام کنه این یک اصل مهم اصل محبت اصل دومی که آقایون خواهرها باعث میشه زندگی ها گرم بشه ماندگار بشه اختلاف ها کم بشه کسب رضایت دو طرفه ببینید یه درخواست های مرد داره یه درخواست های زن داره هر دو باید سعی کنن در رضایت همدیگه تلاش کنن رضایت یکدیگر رو جلب کنن در روایت داریم مؤمن خیلی این روایت عجیبه المؤمنو یعکلو به شهوت اهله مرد مؤمن وقتی میخواد غذا بخوره مطابق میل خانوادهش غذا میخوره حالا ایشون یه غذایی رو مثلا دوست نداره ولی بچهش دوست داره خانومش دوست داره میگه باشه درست کنید من یه نون ماستی میخورم بغلش چیزی من اونی که شما دوست دارید المؤمنو ببین اسلام تا کجا رو خونده ها المؤمنو یعکلو به شهوت اهله مؤمن مطابق میل خانوادهش غذا میخوره و المنافقو یعکلو اهلهو به شهوته منافق به خانوادهش میگه هرچی من میگم همون که من میگم درست کن هرچی میخوان بچه ها بخورن این, این, چی میخواد بگه این بحث کسب رضایت طرفین نیست که این رضایت باید دقت کنید چی میگم در راستای رضایت خدا باشه بله اگه یه مردی دید رضایت خانومش باعث میشه خدا ناراضی باشه خانوم میگه من میخوام بی اجاب بیام بیرون میخوام تو ماشین رو سریم رو بردارم میخوام با نامحرم دست بدم میخوام تو این عروسی مختلط شرکت کنم نه اینجا باید ایستاد چرا؟ چون رضایت خدا یکی از صفات حضرت زهرا سلام الله علیه ها راضی است یعنی همواره رضایت خدا براش ملاک بود به همین جهت هم وقتی خواستگار براش اومد اولین سوالی که کرد این بود ارزی الله و رسوله و آیا خدا و پیغمبر هن؟ کسب رضایت یکی از اصول مهم تو زندگی زناشویی است که انسان خواسته های خودش رو تحمیل نکنه دیدگاه های خودش رو تحمیل نکنه و مواظب باشد ببینید این حدیث رو خوب گوش بدید خیلی حدیث قشنگیه حالا هم خانما گوش بدم آقایون منتها آقایون بیشتر امام صادق علیه السلام صادق آل محمد صلی الله علیه و آله علی وسلم فرمودند المرء یحتاج فی بیتها ها الا سلاس خلال هر مردی تو خونش به سه چیز نیاز داره ستا رو باید داشته باشه حالا یک کسی گفت ما نداریم چه کار کنیم امام صادق معاف نکرد فرمود مرد تو خونش به سه چیز نیاز داره یتکلفها ها این ستا رو برای خودش بقبولونه زیر بارش بره آقا یه وقت شما یه چیزی نمیخواد الان جوون نمیخواد بره سربازی دو سال میخوام درس بخونم میخوام کار کنم نه باید بری باید برای خودت میقبولونی آقا من رفتم دانشگاه واحد گرفتم سر کلاس نمیخوام برم نمیشه بعضی چیزا رو آدم باید به خودش بقبولونه من شما وقتی یه چیزی رو من توی اداره استخدام شدم میخوام تا نه صبح بخوابم سر هفته بیرونت میکنن باید هفت صبح به سر اداره حدیث امام صادق میگه این مثل سبتنام تو اداره است مثل واحد گرفتنه باید به خودت بقبولینی سه تا ویژگی فرمود مرد تو خونه اینا رو باید داشته باشه یا تکلفها برای خودش بخره و ان لم یکن فی طبعه ولو تو ذاتش نیست هستن یه جوانای تو خونه که زندگی میکنن تو ذاتشون تو خونه مسئولیت پذیری نیست تو خونه میخوابیده کار نمیکرده کار چیزی نمیخریده تو ذاتش مثلا بد اخلاقی بوده باشه حالا پدر و مادر باید کنار اومدن ولی حالا که ازدواج کردی امام صادق اما جوان آقایی که زن میگیره این ستا رو باید تو زندگیت پیاده کنی یک معاشرت جمیله آداب معاشرت زیبا معاشرت زیبا داشته باشی برخورد نیکو خیلی مهمه شما نگاه کنید رسول خدا وقتی میامد تو خانه از مسجد خانومش میامد میفرمود کلمینی بشینی با هم حرف بزنیم وشقلینی با هم گفتگو کنی زهرای حضرت امیر علیه السلام فرمود هر وقت از در خانه میرم تو این روایت خیلی عجیبه ها اینو گوش بدن اگه میخواید فاطمیه رو تجلیل کنید فقط با گریه و روزه نیست ما حضرت زهرا رو باید تو زندگیمون پیاده کنیم زندگیشون فرمود وقتی از در خانه میرم تو نگاه میکنم به فاطمه غمای دلم یادم میره یکی هم میگه مادر خونه بریم تو همه غم عالم تو دلمون میاد این خانو اصلا مثل که غم بیاره ذاتش اینطور نباید باشه شاید خوبه مرحبا به این زن این زنی که اینطوره با آسیه محشور میشه این زنی که اینطوره دربهای جهنم به روی او بسته میشه این زنی که اینطوره با انبیا محشور میشه روایت رسول خدا فرمود خدا یه سری کارگزار داره شما مثلا شما تو اداره کارمند نداری خدا یه سری کارمند داره اموال یکی از اونها زنیه که تو خونه خوشخل و خوش برخورده آقایون فرمود مرد تو خونه سه تا ویژگی باید داشته باشه یکی معاشرت زیبا حضرت ز... امیرالمؤمنین فرمود تا نگاه میکنم به فاطمه ذهبت انی الهموم همه غما دلم میره لذا وقتی جلو مسجد همین روزا اومدن بهش گفتن یا علی فاطمه از دنیا رفت اولین حرفی که زدیم بود گفت فاطمه جان من دیگه با کی حرف بزنم با کی درد و دل کنم با کی غمای دلم رو بگم تو گونه ای بودی توی خونه برای من کانون شنیدار حرف بودی آقایون خواهرها جوونا اینا برای شما هم هست من این حرف امروز فقط برای زن و شوهرها نمیزنم برای پسرها برای پدرها برای دخترهای جوون معاشرت زیبا خوشخلقی خوشبرخوردی میدانید شما صدقه خیلی ثواب داره در روایت داریم این روایت خیلی عجیبه در روایت داریم بهترین صدقه خوش است حسن الخلقه در روایت داریم سنگین چیز تو نامه اعمال روز قیامت خوش اخلاقی است اینا روایات ماست امام ساد سجاد علیه السلام فرمود کسی که خوش اخلاقه خوب حرف میزنه پنج تا اثر داره فلق القول الحسن کسی که خوب حرف میزنه ادبیات گفتاریش قشنگه فهاشی نیست تندی نیست بد اخلاقی نیست خیلی عجیب این روایت اینو همه تون گوش بدید بنویسید یادداشت کنید تابلو کنید القول الحسن خوب حرف زدن ینم رزق روزی آدم زیاد میشه این یکیش روزی آدم زیاد میشه دوم یسر المال پول آدم زیاد میشه مردم سراغ کاسب خوش اخلاق میرن منبری خوش اخلاق میرن پزشک خوش اخلاق میرن. سه فرمود ال اهل آدم پیش خانوادهش محبوب میکنه همه دوستش دارن تو مجلس هم برن بغل این میشینن میگن با, با این میشه حرف بزنی تو اتوبوس میگن بیا بغل دست ما بشین تو مسافرت همه سرش دعواست دیدی بعضیا یا آقایی بود میگفت تو فوتبال سر من دعوا بود بازیت خوب بود میگفت نه این میگفت برو تو اون تیم اونم میگفت برو تو این تیم از بس من گل میخوردم بازی بلد نبودم اینطوری سر من دعوا بود با گاهی بازیکن سر خواستنش دعواست میگه سر نخواستن من دعوا این میگه برو تو اون تیم این میگه برو تو این تیم همه ما رو ارجاع بدن به تیم مقابل فرمود سخن زیبا انسان رو روزی انسان رو زیاد میکنه رزق انسان رو زیاد میکنه دو تا سوم آدمو پیش خانواده و مردم محبوب میکنه چهار اونایی که از مرگ میترسید یون سعف عجل مرگ آدم رو تأخیر میندازه عمر آدم طولانی میشه و پنجمی که از همش بهتر اهل بهشت میکنه یدخل الجنه انسان رو وارد بهشت میکنه سخن نیکو اینا آثارشه خب از حدیث دور نشیم امام صادق فرمود یه مرد تو خونه به پنج تا چیز نیاز سه تا چیز نیاز داره سلاس خلال یکی معاشرتش زیبا باشه دو فرمود سعتن به تقدیر توسعه بگیره برای خانوادهش سخت اگه داره خرج کنه یه وقت نداره بله تو خانه حضرت زهرا دو روز غذا نبود امیر الان آمدن یه نگاه کردن به چهره امام حسن امام حسین دیدن چهره اینا از گرسنگی زرد شده اومدن نزد فاطمه زهرا فاطمه جان چرا به من نگفتی چیزی تهیه کنم عرض کرد لاستحی من الهی از خدا خجالت کشیدم تکلیفی گردنت بذارم که تو توانشو نداری من که میدونستم تو نداری به نگفتم که خجالت بکش اینو میگم برای مردایی که برای زنایی که برای بچه هایی که پدر و مادر رو تحت فشار میذارن دوست من فلان لپتاپو خریده فلان او نداره این بنده خدا فلان عروسی فلان جا گرفته سرویس مبلش چنینه نه به اندازه ولی اگر کسی داره بخل نورزه ساعت به تقدیر یعنی توسعه بده به زن و بچه و سوم که فراموش شده تو خیلی از خانواده های ما غیرتن به تحسن غیور باشه شما آقایی که خانم تو ماشین رو سری بر میداره میگه چهار دیواری و اختیاری گرچه ماشین چهار دیواری نیست پلیس حق داره بگیره جلوشو اختیاری نیست شما که تو کوچه و خیابون دخترت رو اینطور بیرون میاری خودت شادوری خانم دخترت رو بیهجاب بیرون میاری همین آقا امام رضا که همتون به عشقش اومدید زیارت بالاخره همه به عشق امام رزا اومدید دیگه ما باید از زندگی این آقا درس بگیریم همین آقا علی ابن موسر رضا نشسته بود تو اتاق خانوما گوش بدن دخترها گوش بدن دور تا دورم بنی هاشم نشسته بودن سادات یه دختر بچه ملوس خوشگلی وارد شد یکی یکی اینا بغلش میکردن بیبوسیدنش اولی دوم یه دستی سه بچه آدم دوست داره دیگه رسید به امام رضا آقا فرمودن دخترم چند سالته گفت آقا جون پنج سالمه آقا بغلش نگرفت فرمود دختر پنج ساله یه قدری بالاخره حالا رشد کرده دیگه بالا اومده دیگه آقا تلتفی کردن بله دختر نفرمون برو چادر سر کن حالا پنج سال چادر شاید حجاب لازم نیست برای. ولی بغل نکرد نبوسی دست سرش بکشه با اینکه تمام اونایی که تو اتاق بودن یکی یکی پنج سالشه وقت الان شما ببینید تو تهران تو مشهد توی شیراز توی شهرهای ما میبینید بعضی دختر بچه ها سیزده سالش بیهجابه مادرش میگه بچه است دوازده سالش هیچی سرش نیست تو دو فرودگاه دوازده است از نه سالگی مکلفه اینا عرض می که باید توجه بشه اینها درس های این همین قصه رو از امام رضا براتون گفتم همین بانوی بزرگواری که همه تون به عشق فاطمه زهرا نشستید اینجا و افتخارم کنیم به حضرت زهرا شیعه افتخار کنه به شخصیتاش ندارن تو دنیا مسیحیت یک مریم دارد مریم کبرا که ما هم افتخار میکنیم به حضرت مریم مریم مال مسلمان هم هست این همه تو دنیا شما برید تو کلیسه ها ببینید چه کردن آقا چه کردن مجسمه های حضرت مریم تابلو فرش ها مریم مقدس تو دنیای مسیحیت تو اروپا تو امریکا تو کلیسه ها من رفتم دیدم اینا رو نامش مقدس تصویرش مقدس نمادش مقدس او وقت جای تأسف است مسلمان دنیا تو مدینت النبی نبی تو شهر حضرت زهرا میری قبر فاطمه زهرا مشخص نیست یک جایی مکانی موزه فاطمه زهرا تندیس فاطمه زهرا تابلو نه متاسفانه ببینید شما مسیحیان اختلاف دارن با همون یک دست که نیستن کاتولیک هستن ارتدوکس هستن پرتستان هستن فرقه های ولی تمامشون مریم کبرا براشون به عنوان یک شخصیت والا مطرحه نباید دنیا اینطور بی توجه باشه حضرت زهرا افتخار دنیاست حضرت زهرا الگوه البته حق هم دارن یه مقدار زیادی چرا حق دارن حقی که به نظر من ناحقه چون اگر کسی گفت حضرت زهرا الگوی منه حضرت زهرا ملاک منه حضرت زهرا برا من حجت بعد از پیغمبر میخوام ببینم او امامش کی بود اول سوالی که میکنن میگن خب بسم ای تعالی پیغمبر خدا از دنیا رفت حضرت زهرا که پیغمبر رو میشناخت بزرگش کرده بود شب و روزم باش بود تو خونه باش بود بعد خونه بود بعد ازدواج بود 18 سال زندگیش با پیغمبر بوده مسلم این حضرت زهرا میدونه پیغمبر کی و امام گذاشته از کی حمایت کرد به کی رأی داد من به عنوان بچه شیعه میخوام به همون کسی رأی بدم که حضرت زهرا رأی داد اهدی ننوشته حضرت زهرا صقیفه رو تایید کرد اهدی ننوشته حضرت زهرا قصب خلافت رو تایید کرد اهدی تأیید, اهد تایید چیه فریاد زد خطبه خواند جان داد تا آخ... حتی تو منزلش رو برگردوند از کسانی که این حوادث رو آفریدن بله این حرفی کسی بگه حضرت زهرا برا من حجته سیره او برا من ملاکه او معنای خیلی بلندی داره معناش اینه که باید تمام دنیا به امامت امیر المومنین اعتقاد پیدا کنه اگر کسی گفت حضرت زهرا برا از اون برم نمیتونن بگن حجت نیست نه حضرت زهرا مثلا نه سیره بگی و لذا همطور مسکوت گذاشتندش حضرت زهرا سلام الله علیها ها زندگیش حجته برای ما چرا حجته؟ به چه دلیل؟ رسول خدا فرمود آقایون گوش بدین حدیثو این روایت تو منابع اهل سنت هم آمده ینابی الموده داره جاهای دیگه هم داره فرمود روزی که قرار شد من مباهله کنم آقایون مسجد مباهله رفتید مدینه بعضیاتون 24 زیحجه رسول خدا قرار شد با مسیحیا مباهله کنه مباهله یعنی نفرین کردن همدیگر رو نفرین کنن وقتی میخوان مباهله کنن عزیزترین آدما رو میارن اونایی که خیلی نزد خدا مقربن پیغمبر خدا فرمود روزی که من خواستم برم مباهله خدا به من فرمود چهار نفر رو ببر دخترت فاطمه پسر امد امیر المومنین دو تا بچه امام حسن و امام حسن که قرآن هم اینا رو اس اسم ورد علی رو گفت جان پیغمبر صریح قرآنه فاطمه رو به عنوان نساء حسن و حسین هم به عنوان پسرای پیغمبر لذا ما اگه به امام رضا میگیم وبن رسول الله به خاطر همین آیه مباهله است خب این حدیث رو گوش بدید رسول خدا فرمود لو ان فی این حدیث خیلی عجیبه لو ان فی الارض علی اکرم من علی و فاطمه و الحسن و الحسین لعمرنی الله ان اباه بهم. اگر رو کره زمین از این چارتا محبوبتر و عزیزتر پیش خدا برا من بود خدا میگه اونا رو ببر میگه مقداد رو ببر سلمان رو ببر اونا هم خوب بودن ولی با این چارتا فرق داشتن فرمود رو کره زمین او روزی که من مباهله کردم از این چهارتا محبوبتر نبود لذا خدا به من گفت اینا رو ببر خب حالا این چهارتا نزدیکترین کسای پیغمبرن امام حجت خدا سیره اینا سخنان اینا برام ما حجت من چه دعایی دارم برم سراغ کسایی که مرحلهشون از اینا پایین تره. اصلا قابل مقایسه نیستند خب بحثم رو جمع کنم به وقت وقت من تقریبا تمام شد آقایان خواهران حالا انشالله ما این بحث رو روز شنبه هم ادامه خواهیم داد منطقه شنبه دیگه بعد از نماز ظهر و عصر سخنرانی ما خواهد بود به خاطر که روز شهادت و فردا هم انشالله بعد از دعای ندبه قبل از دعای ندبه صبح چون ظهر نماز جمعه است دیگه صحبت نداریم ولی عرض کردم بحثی که ما اینجا مطرح میکنیم در رابطه با زندگی خانوادگی حضرت زهرا گفتم چند تا اصل از زندگی حضرت زهرا میخوایم بیاریم بیرون اینا رو پیاده کنیم درس بگیریم دو تا شو امروز گفتم یک اصل محبت کردن به هم دیگه به هم بگیم هم رو دوست داریم بچه به بابا بابا به فرزند زن به شوهر شوهر اعلام کنیم رو به زبان به عمل به رفتار و دوم کسب رضایت همدیگه اگه واقعا هر کسی ما الان برعکسیم دو تا ماشین تو خیابون وقتی میخوان ردشن ببین کسب رضایت همدیگه هر کی میخواد خودش بره اگر تو جامعه ما زن و شوهر پدر و فرزند دوست و دوز همسایه همه به دنبال کسب رضایت یک دیگر باشیم نه خودمون نگیم دیگی که برا من نجوشه به درد نمیخوره این اصل باعث میشه خیلی از زندگی های ما آرامش و در واقع اون محبت توش بیاد و این اختلاف ها انشالله کم بشه البته اصول دیگه موند انشالله باشه برای روزهای آینده شب جمعه است امشب شب زیارتی قبر ابا عبدالله ایام فاطمیه خدا رو شاکریم به ما توفیق داد در این ایام در کنار مزجع شریف آقا و مولامون علی ابن موسی الرضا علیه افضل التحیت و سنا حاضر باشیم آجان علی ابن موسی روزهای آخر عمر مادرتون زهرای مرزیه سلام الله علیه هاست خیلی حضرت لاغر شده بود سیدا مادرتون رو کسی نگاه میکرد نمیشناخت تو بستر ناهلت الجسم باکیت العین محترقت القلب یعنی قلبش آتش گرفته اشکش جاری بدن نحیف بعضی تعابیر داره که شبه مثل یه شبه شبه خیالی انقدر حضرت نحیف و لاغر شده یه مادر تو خونه به جا بیفته میفهمن خانم من چی میگم مادر مریض بشه چهار تا بچه کوچیک هم داشته باشه خیلی سخت خیلی سخت هر وقت امیر الان از در خانم و تو فاطمه تو بستر ای بچه هم دور بستر مادر رو گرفتن میسوخت میسوخت یکی از همین روزها از جا بلند شد خب خوشحال شدن بچه ها مادرمون بهتر شده بلند شد خودشو شستشو داد لباسش رو عوض کرد موهای امام حسن و شانه زد موهای حسین و شانه زد موهای زینب و شانه زد لباس بچه ها رو عوض کرد خیلی خوشحال روحیشون عوض شد مادر بهتر شده نماز خوند چهار تا بچه ها رو دور خودش جمع کرد بچه ها جوان که تو جلسه اید مادراتون رو احترام کنید به مادر بی احترامی نکنید برای مادراتون دعا کنید اینا نعمت الهیه همینطور که نماز خوانده بچه ها هم دورش نشستن گفتن خب لابد الان مادر دعا میکنه خدام دعای زهرا رو بر نمیگردونه مادرمون پا میشه ما از این تنهایی غربت بیرون میاییم هر روز نبینیم مادر حالش بدتر میشه یه وقتی دیدن دستای فاطمه بالا آمد خدای حالا دیگه مرگ زهرا رو برسو اللهم اجل وفاتی چه کرده دنیا شما میدونید مادرها میدونن من چی میگم وقتی بچه کوچیک دارن میگن خدای تا بچه‌مون کوچیکی از دنیا نریم بمانیم دنیا چه کردی با دختر پیغمبر خدا که این گونه باید دعا کنه خیلی بچه ها متحصر شدند و این دعا زود به اجابت رسید هنوز روزهایی نگذشته چارتایی اومدن تو اتاق دیدن رو پوش رو مادر افتاده هرچی مادر رو صدا زدن دیدن جواب نمیده ابی عبدالله که خیلی عدرت زهر حسین رو دوست داشت همش هم سفارشش رو میکرد عبی عبدالله خم شد صورت رو سو گذاشت به کف پای مادرش زهرا یا اما انا حسینان فکلمین مادر من حسینم با من سخن بگو یا عبا عبدالله صدای مادر رو نشنیدی اینجا اومدی صورت رو کف پای مادر گذاشتی بگم دختر تو هم تو گودی قتلگاه هرچی صدا زد یا ابتا خودشو انداخ رو بدن تو صدای تو رو نشنید صلی الله علیک یا مظلوم یا رحمت الله الواسع بل حسین به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله به آبروی زهرای مرزی قسمت میدم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما حضرتش را از ما راضی و خشنود بگردان مسلمونا رو در دنیا سربلند بگردان کفر و نفاق تکفیری ها سلفی ها و حابیت سرنگون بگردان همه مریض ها به آبروی زهرای مرزیه مریض های منظور این جمع مریض های روحی و روانی جانبازان عزیز شفا عنایت بفرما جوانهای ما رو مؤمن متدین اهل نماز قرار بده زمینه ازدواج همشون رو فراهم بفرما اونایی که ازدواج کردن قلبشون رو با خانواده ها نسبت به هم مهربان بگردان رزق حلال بدن سالم عاقبت به خیری به هممون نصیب بفرما به مقربان درگاه این کشور و این نظام اسلامی رهبری عظیم و شعن انقلاب محافظت بنما اموات گذشتگان امام عزیز شهدا روحشون از این جلسه شاد بگردان به نبی و عاله